آیه 107 سوره بقره که شاید قبلا هم ما نگاهی بهش داشتیم، یک مطلب بسیار مهمی رو برامون میاره و در ضمن اون مطلب بحث نصیر بودن الله متعال رو یادآور میشه. آیه 106 به ما میگه که ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما هیچ آیه ای، هیچ حکمی، هیچ شریعتی رو نسخ نمی کنیم مگر یا اینکه به تعویق نمی دازیم، مگر اینکه بهتر از اون رو میاریم یا مثل اون رو میاریم. آیا نمیدونید که الله متعال بر هر چیزی اقتدار داره؟ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ آیا نمیدونید که الله متعال مالکیت آسمان ها و زمین رو در اختیار داره؟ و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. و به غیر از الله متعال هیچ ولایت و همکاری دهنده یا نصیری براتون وجود نداره. در ضمن این دعایه، وقتی که ما این دو صفت ولایت و نصرت الهی رو یا نصیر بودن پروردگار متعال رو مشاهده میکنیم، در واقع به ما یک پیام بسیار مهمی رو داره و اون این هست که حاکمیت جهان آفرینش، اقتدار جهان آفرینش که در آیه 106 بهش تاکید میشه، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، این اقتدار در ادامه خودش یا مبنای این اقتدار یا حاکمیت پروردگار متعال ملکی است که در اختیار او است. جهان در ملک او است و اداره این جهان هم در اختیار او است. هیچ احدی در این ملک پادش شراکت با الله متعال نداره و هیچ احدی هم اختیاری در دخل و تصرف در این نظام رو نداره. علا کل شیء قدیر او هست. هر تصوری که و هر اعتقادی که این مالکیت و این حاکمیت رو به غیر الله نسبت بده، به هر نحوی که بخواد نسبت بده و هر توجیهی که بخواد بگه، این آیات در تعارض صریح با این ادعا هست. هیچ احدی نمایندگی الله متعال رو نداره، هیچ احدی خلافت و جانشینی مقام الهی رو نعوذ بالله نداره و الله متعال به هیچ احدی اقتدار و سلطه هیچ بخشی از این جهان رو نسپرده و یا به اون محول نکرده. الان این اصلی که برامون ثابت شد باید چه نتیجه ای رو در بر داشته باشه؟ نتیجه ای که در بر داره این هست که به طور طبیعی وقتی که ما حاکمیت جهان رو در دست پروردگار متعال میدونیم، همانطوری که مالکیت هم در اختیار او هست، به طور طبیعی باید در ضمن این مالکیت و حاکمیت مطلقی که الله متعال به الله متعال نسبت میدیم و غیر الله رو با او در هی زمینه در زمینه های مختلفی که بیانتوید به این موضوع هست شریک نمی کنیم، به طور طبیعی ولایت ما، سرپرستی ما هم در اختیار او هست. احکام و نظام و برنامه‌ای که برای زندگی باید اختیار بکنیم، برنامه‌ای که میتونه ما رو به سر منزل مقصود برسونه و برامون سعادت و خوشبختی رو به بار بیاره، در اختیار او هست و باید از او بگیریم.